طالبان امریکایی ها توافق دوحه را نقض کردند. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یک از ویدیوهای دیگر چینل وان اسمال. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب نمایید. گروه طالبان ایالات متحده و همکاران داخلی و خارجی آن کشور را به نقض توافقنامه صلح متهم کردند. طالبان روز یک شنبه 5 اپریل یعنی 17 حمل با نشر اعلامیه گفتند که جنگجویان آن گروه پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده با آن که توانایی حملات را دارند در شهرهای بزرگ و پایگاه نظامی حملات انجام ندادند. این گروه گفته است که جانب آمریکا و همکاران داخلی و خارجی آنها بارها توافقنامه صلح را که در 29 فوریه میان طالبان و ایالات متحده در دوحه امضا شد نقض کردند. طالبان از رهانه شدن 5000 زندانی آن گروه به اساس توافقنامه دوحه، حمله بر مراکز جنگجویان آن گروه، عملیات شبانگام نیروهای افغان و آمریکایی، حملات هوایی و هدف قرار دادن جنگجویان آن گروه را از جمله موارد نقض توافقنامه یاد کردند. ایالات متحده و حکومت افغانستان هنوز به این ادعای طالبان واکنش نشان ندادند، اما پیش از این جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواست که برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس در افغانستان خشونت را کاهش دهند. از سوی هم وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امنیتی آن کشور در حالت دفاع فعال قرار دارند و در 24 ساعت گذشته چندین حمله طالبان را دفع کردند. این وزارت افزوده است که جنگجویان طالبان شب گذشته بر شماری از پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سیدآباد، ولایت میدان وردک، ولسوالی میوند قندهار و ولسوالی ارغنداب، ولایت زابل حمله کردند. این حملات توسط نظامیان افغان عقب زده شده و تلفات نیز بر جنگجویان این گروه وارد شده است. همچنان اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که تعهد قویشان را در راستای گفتگوهای صلح و کاهش خشونت در افغانستان نشان داده و مطابق توافق دوحه گفتگوی معنادار را برای آتش بس آغاز کند. ملل متحد نیز از همه طرفها درگیر در افغانستان خواسته است تا سطح خشونت را بیشتر کاهش دهند و برای تأمین آتش بس و تفاهم پایدار سیاسی گامهای عملی بردارند. حکومت افغانستان نیز پس از توافق صلح ایالات متحده و طالبان بر کاهش خشونت آن گروه و آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.